بشه نسم نصب نسلی تو را سیوالان و موشه مشاقلت یقف. دوستان عزیز شالوم در ادامه سفر پلی او اس هستیم میرسیم به یک مبحث بسیار بسیار مهم و پر که رو این مسئله هم باید خیلی صحبت کنیم دوستان گرامی مسئله این دفعه که است یعنی عصبانیت متاسفانه ما ایرانی ها در مسئله عصبانیت یکی از رقم های بزرگ رو در دنیا داریم و خیلی از خانمها آقایون تلفن میکنن شکایت میکنن از همسرشون که خیلی زود عصبانی میشه نمیشه باش حرف زد اگر یک کلام به قول معروف بگن بالای چشمت ابرو ناراحت میشه عصبانی میشه فریاد میزنه و سال خونه رو پرت میکنه و میشکنه به بچه کتک میزنه و این یک مسئله هست دوستان گرامی که باید بدونیم عبادت هشم عبادت خدا این نیست که آدم فقط بره کنیسا دلار راست بشه و بیاد بیرون عبادت قدشابری خوب همونطوری که در سفاریم قدوشین میاره عبادت حشم یعنی که آدم بتونه خصلت و میدوت بد خودش رو عوض کنه یعنی تمام اومدن ما در این دنیا فقط همینه دوستان گرامی که بتونیم بر خصلت بدمون غلبه کنیم عوض کنیم خودمون رو و اگر کسی ده ساله بیست ساله سی ساله همون اخلاق همون رفتار رو داره و شاید هر روز تفیلاش رم تفیلا رو از دست نمیده کنیسا هم میره و شیوریم رو گوش میکنه ولی چه فایده ای داره این مسئله خیلی مهم هست چرا که خیلی از ازدواج ها متزلزل هست به خاطر همین مسئله که طرفین عصبانی هستند و با عصبانیت با بی احترامی با هم دیگه صحبت میکنن و این باعث میشه که اون حرفایی که زده میشه رو عصبانیت بعد از اینکه انسان خودش هم پشیمون میشه که اومده چنین حرفی رو به همسرش زده ولی دیگه به قول معروف میگن ایس تو لیت یعنی دیگه به قول معروف روغنیه که ریخته رو زمین و جمع کردنش آسون نیست آدم بعد حواسش باشه در موقع عصبانیت خودش هنوز ببینه داره با کی صحبت میکنه بگه این همسر من هست من یک اوم میخوام با این زندگی کنم اون بی احترامی که میکنم تو عصبانیت خودم و فقط میخوام خودم رو خالی کنم و راحت کنم این درست نیست و خانمش یا شوهر هر کدوم این حرفایی که گوش میکنن و یا خصفشان اونهایی که عصبانی میشن به پدر مادرشون یا هر کس دیگه باید خیلی بیشتر از اینها حواسمون باشه ایشون شروع میکنن میفرمان یا دو و خمر است آدم باید بدونه چقدر گناه این مسئله سنگین هست که در تمام گمارا در زوار در تورا در کتبهای های حریزا مسائلی رو نوشته که مو بر تن انسان راست میشه موقعی که میفهمه که چقدر سنگین گناه کسی که عصبانی میشه کسی که طالب زندگی ایشون میفرمان و خودش میدونه که طبیعتا آدم عصبانی مزاجی هست باید بر خودش کار کنه نه ای که بگه من چه کار کنم دست خودم نیست عصبانی میشم چرا عصبانی میکنم همونطوری که گفتیم بلکه آدم باید انقدر رو خودش کار کنه ایشون میفرمان برای خودش مسائلی رو درست کنه با خودش بشینه حرف بزنه که بتونه از این مسئله عصبانیت با سیاست با کلک بتونه خودش رو از حالت عصبانیت بیاد بیرون ایشون چندتا کار میگن به انسان یکی اینکه تمام مسائلی که خدمت شما گفته میشه یا از جای دیگه آدم میشنوه در مورد عصبانیت رو بیاد برای خودش نطح برداره هر روز هر روز هر صبح تفیلاش که تموم کرد پنج دقیقه نگاه این بکنه این یک مسئله نیست که ما یک بار این داراش رو گوش کنیم این سخنرانی رو گوش کنیم و بذاریم کنار این مسئله هر روز باید برای آدم یادآوری بشه و حواسش باشه که عصبانی نشه میفرماد اینجا که آدم باید بترسه و بلرزه موقعی که عصبانی میشه چرا که هر موقع که آدم عصبانی میشه باید بدونه که خداوند ازش دور شده مشرب بنو در تورات مقدس عصبان نوشته که عصبانی شد و اومد حلاخه از یادش رفت حتی مشرب بنو و شاید ما فکر کنیم که بگیم خب حق داشتم که عصبانی شدم اینا دارن در مورد کسی صحبت میکنن که علکی عصبانی میشه نه اگر کسی از دوستان چنین فکری رو میکنه خیلی در اشتباه هست چه با حق چه بی حق چه ناحق هر نوع اشتباهی رو که آدم عصبانی میشه اشتباس و گناه محسوب میشه دوستانی هستند که در کنیسا دارن زحمت میکشن خدمت میکنن واقعا برای کنیسا وقت میذارن بیخوابی ها میکشن و شاید بین همین ها دعوا میشه مخلوقت میشه بین انجمن شهر بین افرادی که در کنیسا خدمت میکنن و اینها هر کدوم فکر میکنن ببین من الان دارم به خاطر کنیسا عصبانی میشم به خاطر خدا دارم عصبانی میشم پس این عصبانیت به حق هست نه تمام اینها اشتباس اینها مسائلی است که ساتان ما رو گول میزنه دوستان گرامی ساتان میدونه میگه ببین اگه به خاطر میسوا بش بگم عصبانی باشو اشکالی نداره پیش خودش میگه تا میسواست بنده یادم هست سالها پیش در ایران خب رسم هست که کفشاشون رو میکنن و میان تو کنیسا هرچند که ما در آمریکا یا کشورهای دیگه این رسم نیست و ما با کفش میایم تو کنیسا ولی در ایران چنین رسمی بود که کفششون رو میکندن و بنده یادم هست که یک آقا پسری اومد تو کنیسا و یک یکی از آقایونی که مسئول بود عصبانی شد و فریاد زد در جلوی مردم خجالت نمیکشی از خودت با کفش میای تو کنیسا دوستان گرامی بیایید حساب کنیم این آقایی که براش مهم هست که صحن کنیسا من نمیدونم چی میشه تامه میشه یا چه اتفاقی میفته وقتی آدم با کفش بیاد تو کنیسا هرچند که اگر رسم هست صد درصد باید رسم رو انجام داد اون حرفی درش نیست اگه همه کفشاشون رو میکنن و میان وارد کنیسا میشن هیچ کس جورت نداشته باشه که با کفش بیاد تو کنیسا حالا اگر یکی اومده شاید دانسته شاید ندانسته آدم باید به کفز خود بیاره آیا حق هست و این طرف سزاوار هست که آبروش ریخته بشه صورتش قرمز بشه و شرمندش کنیم به خاطر که با کفش اومده تو کنیسا که هیچ گناهی نداره هیچ گناهی نداره اگر کسی با کفش میاد تو کنیسا هیچ گناهی در اون نیست تنها چیزی که ممکنه خراب بشه فرشایی تو کنیساست. ولی هیچ اتفاق دیگه نمیفته دوستان گرامی حلاخا هست که کهنی موقعی که میخوان برن دوخان باید کفشاشون رو بکنن پس این حلاخا داره به ما چی یاد میده یعنی با کفش میتونی بیای کنیسا اگر نه نمیگفت کهنین باید کفشاشون رو بکنن پس کفش پاشون بوده ولی این مسئله رو بنده میخوام بگم که اون فردی که فریاد زد و پیش خودش فکر میکنه دارم میسوا میکنم آسور هست که کسی با کفش بیاد تو کنیسا و آبرو یک نفر رو میبره که همون طرف ول کرد رفت بیرون و نه مینخا خوند نه نم اروید خوند و اون آقایی که فریاد زده بود خیلی جالبه که بچه ها رفتن کفشش رو برداشتن و انداختن تو باخچه و یک ساعت دو ساعت تو شب تاریک شب, شب شبات داشت دنبال کفشش میگشت که یه درس یاد بگیره البته بنده نمیگم کارشون کار درستی بوده ولی به هر صورت مسئله اینجا هست که ما باید حواسمون باشه برای هیچ چیزی نمیتونیم عصبانی بشیم و بعدا به عزرتشه میخونیم که حتی اگر آدم میخواد به بچه هاش درس بده میخواد, میخواد نصیحتشون کنه باید فیلم بازی کنه باید صورت نشون بده که این عصبانی هست برای قلبن نباید عصبانی باشه ایشون در ادامه میفرمان که هر دسیسه ای شده انسان باید استفاده کنه که بتونه خودش رو عصبانی نکنه و اگر میبینه که داره عصبانی میشه و نمیتونه خودش رو کنترل کنه ربوتای باید برای خودش قنص بذاره قنص چیه؟ مجازات مثلا باید بگه هر بار که من عصبانی میشم مثلا پنج دلار میدم صداقا حساب کنید ممکنه روز اول باید این پنجا دلار صد دلار باید پول بده صداقا خب براش زیاده فردا چه کار میکنه؟ میشه هشت بار میشه پنج بار تا آخر هفته انقدر خودش کار میکنه چون مجازات بعد برای خودش بذاره اگه پول نداره بگه هر بار که عصبانی میشم نصف روز تعنید باید بگیرم و اگر تعنید میگیره و هی تعنید میگیره و هی تعنید میگیره تا اینکه یاد میگیره که خودش رو مجازات کنه و این تنها راهش هست این البته برای افرادی که دیگه به هیچ وجه قابل کنترل نیستن ولی انسان اگر بتونه خودش رو کنترل کنه نه احتیاج هست به مجازات نه به تعنید گرفتن ولی تو آدم باید بر خودش کار کنه افرادی هستن که سی سال چه سال سیگار سیگاری بودن سیگارکش بودن و به یه جا میرسه که دکتر بهش میگه اگه سیگارت رو ترک نکنی من ریه و شش تو رو که میبینم که انقدر خراب هستن از صرفه هایی که میکنی نفس در نمیاد اگه بخوای اینطوری پیش بری تا مدت زیادی زندگی نخواهی کرد طرف نگاه زن و بچه هاش میکنه میبینه بچه های کوچیک داره میگه من چجوری این بچه ها و خانم من رو بذارم برم میاد چه کار میکنه کویت میکنه بل میکنه میگه دیگه نمیکشم سی سال سیگار کشیده شاید روزی یک بسته سیگار کشیده سیگار رو با سیگار روشن رو کرده ولی اگر انسان بخواد اینجا چی میگن تو آمریکا میگن if there is a will there is a way یعنی اگر بخوای یه راهی پیدا میشه همش اینه که آدم بخواد با اون فردی که عصبانی میشه و همونجوری که گفتم دوستان گرامی متاسفانه در ما ایرانی ها این مسئله هست زندگیهایی هست که داره به هم پاشیده میشه دوستان گرامی این شوخی نیست خانمهایی هستن که دیگه خسته شدن میگن من دیگه با این مردی که همش داره داد میزنه همش داره فریاد میزنه همش عصبانی هست موقعی که میاد خونه انگار هزار مار و اقرب توی پیشونی این کشتن همش عصبانیه همش گیر میده به این و اون به بچه ها اذیت میکنه فریاد میزنه بچه ها دارن با هم بازی میکنن داد میزنه اعصابش رو ندارم بس کنید چرا که از مشتری ناراحت هست یا از هر کسی دیگه در دنیا ناراحت هست و الان عصبانیتش رو بر هاش میخواد خالی کنه یا بر خانومش اینها رو مظلوم گیر آورده و میخواد به اینها اذیت کنه اینها مسائلی هست که دوستان گرامی انسانی که تمام زندگیش عصبانیت هست باید بدونه که حشم در خونه این جایی نداره در وجود این حشم نیست حالا صبح تا شب بشینه تعلیم بخونه صبح تا شب بشینه تفیلا بخونه این داره خودشو گول میزنه این تفیلا باید ما رو آدم بهتری کنه موقعی که ما شیعور میریم موقعی که کلاس میریم موقعی که این ها رو گوش میکنیم اگر همون آدم قبلی هستیم هیچ فایده ای نداره وقت خودمون رو داریم تلف میکنیم اگر داریم عوض میشیم اگر داریم بهتر میشیم خیلی خوبه ولی اگر همون هستیم و عوض بشو نیستیم اون چه فایده داره پس رو این مسئله خانم ها آقایون هممون هممون اگر رئیس انجمن شهر هستیم اگر هر کاری که در شهر داریم و پیش خودمون فکر میکنیم که من بارم سنگینه و من اشکالی نداره که عصبانی بشم این صد در صد در هیچ جا در هیچ سفری همیشه بنده گفتم بعضی چیزا مخلوقت هست تو تو حلاخای ما بعضی میگن این کار کنیم بعضی میگن نه اون کار کنیم ولی بعضی چیزا اصلا مخلوق در اون نیست و یکی از اونها عصبانی شدن هست هیچ راوی در هیچ سفری در تنخ در میشنایوت گماریوت شرخاناروخ هیچ جا نیومده که بله میتونی چون تو رئیس شهر هستی یا تو معلم هستی سر کلاس باید عصبانی باشی بنده یادم هست موقعی که مدرسه می رفتیم تمام معلمایی که می اومدن سر کلاس همه عصبانی مزاج همه ناراحت همه آماده بودن که به بچه ها کتک بزنن و اینا هیچ کدوم موفق نبودن تو درس دادن چرا که همش عصبانی بودن و همونطور که میشنای آباد می نویسه. می نویسه معلمی که عصبانی هست نمیتونه چیزی یاد بده چرا که بچه ها جران ندارن سوال کنن بچه میگه اگر من بلند شم یه سوال از این معلم بپرسم که میکردن یه گچ رو میگرفت و پرت میکرد به طرف دانش آموز به جای که بگه سوال سوال خوبی هست بذار جوابت بدم البته من این رو گفتم ولی یه بار دیگه بذار برات بگم تو خونه هم همین جوری از دوستان گرامی اگر بچه ها می بینن که فقط عصبانیت هست تو این خونه از موقعی که پدر میاد خونه با مادر فقط بگو مگو هست چرا این کاری کردی؟ چرا کفش تو اینجا کندی؟ چرا نخریدی؟ چرا خریدی؟ مگه تو بهتری؟ و فریاد زدن رو هم دیگه که هر کس میخواد بگه من تو این خونه بالاتر هستم و این بچه های مظلوم نشستن در یک گوشه و فرار میکنه آیا این آشیونه ای هست که ما میخوایم درست کنیم برای بچه هامون حتی اگر بچه هامون نمره بد گرفتن میتونیم تنبیهشون کنیم کامپیوترشون رو ازشون بگیریم اگه تلفن دارن ازشون بگیریم خیلی موارد دیگه میتونیم انجام بدیم ولی عصبانی شدن مرتب مخصوصا و بی احترامی کردن این مسئله ای است که هر کدوم از ما دوستان گرامی بر خودمون کار کنیم هارا موشه فینستین ایشون موقعی که هشتاد سالشون بود کسی اومد در جلو ایشون و سآلهای خیلی بیخود از ایشون میپرسید و در لابلای حرفاش بی احترامی میکرد به هاراو موشه و ایشون با اینکه راو خیلی بزرگی بودن هاراو موشه فینستین در دوره خودشون گادول هدور بودن از تمام دنیا از ایشون سوال میشد ایشون خیلی با آرومی خیلی با نرمی با این طرف حرف میزدند. و بچه ها و تلمیدیمی که دورو بر ایشون نشسته بودن داشتن میسوختن که چطور یک نفر اینقدر پر روح هست اینقدر دریده هست که میاد و با گادول هدور اینجوری حرف میزنه و موقعی که رفت ایشون بهش ازش از ایشون پرسیدن هاراف شما چطوری میتونید اینقدر خودتون رو خونسر نگه دارید موقعی که منید طرف داره مرتب سوالهای بیجا و بی احترامی داره به شما میکنه حالا گفتن شما فکر میکنید این برای من آسون هست من شست سال دارم رو خودم کار میکنم روی عصبانیت شما فکر میکنید من همیشه خونسرد بودم من خیلی عصبانی مزاج بودم در جمعونی ولی رو خودم ببینید میگه شست سال فقط دارم روی عصبانیت رو خودم کار میکنم دوستان گرامی این تورای ما هست این وظیفه ما هست یک میدا یک خصلت مثل عصبانی شدن رو بگیریم و بگیم من میخوام امسال رو این از امروز به خودم قول میدم که نمیتونیم البته یه بارگی بگیم عصبانی نمیشم ولی هی کمش کنیم هی کمش کنیم نذاریم حرفای مردم ما رو اذیت کنه اگر هر کسی فریاد رومون میزنه ناراحتمون میکنه یه لبخند میش روش میزنیم و طرف از خودش خجالت میکشه چون فردی که بر ما فریاد میزنه آماده است که ما هم فریاد بزنیم و موقعی که مینه نه ما, نمیخ... ما میخندیم و خیلی آروم جوابش میدیم از خودش شرمنده میشه و این برای وجود ما هست دوستان گرامی خداوند با فردی که عصبانی مزاج هست کاری نداره موقعی که هشم شموئل هنناوی رو فرستاد که بره و داوید همیلخ رو پادشاه کنه نمیدونست کدوم از فرزندهای اونجا برادرهای زیادی بودن نمیدونست کدومشون هست یکی از پسرها رو تو خونه دید خیلی خوشقیافه خوشهیکل گو حتما این پادشاه هست ببین چه هیکلی داره ببین چه قامتی داره حتما این پادشاهه هشم همون موقع اومد در عالم نویوت به شموئل گفت اصلا و ابدا من این رو منفور میدارم چرا به خاطر که عصبانی مزاج هست یعنی این میتونست پادشاه بشه همه خصوصیت یک پادشاه رو داشت ولی هشم گفت کسی که عصبانی مزاج هست کسی که مرتب عصبانی میشه این شایستگی رهبری ملت اسرائیل رو نداره هشم گفت من این رو منفور میدارم دوستان گرامی ما میخوایم دوست قدشا خوب باشیم ما میخوایم تفیلامون به درگاه هشم برسه از یه بر داریم تفیلامی خونیم از یه بر همش عصبانی هستیم برای هر موضوع کوچکی عصبانی میشیم هر چیزی ما رو ناراحت میکنه مانند بمبی هستیم که آماده منفجر شدن هستیم فقط میخوایم یه ذره یه تکون بخوریم منفجر بشیم این بزرگترین مسئله هست که ما باید روش کار کنیم و به ازرتش این مسئله رو یکی دو هفته اقلا باید روش بذاریم دوستان گرامی باید این رو گوش کنیم هممون بنده عین شما باید این دورتورا رو چند بار گوش کنیم شاید باید هر روز گوش کنیم برای خودمون نوت برگ داریم بنویسیم جزوه داشته باشیم بفهمیم که گناهش چقدر سنگین هست و اگر بفهمیم اهمیتش رو بدونیم اون موقع بیشتر حواسمون هست که عصبانی نشیم ایشون در ادامه میفرماد آدمی که دارن بهش حرف بد میزنن و عصبانیش میکنن باید خودش رو مثل کر بکنه کر و لال بگه من نمیفهمم اینا دارن چی میگن و لال هست و نمیتونه جواب بده و حتی اگر موقعی که انسان داره جواب میده و این خیلی مهم هست دوستان موقعی که داریم صحبت میکنیم باید با والیوم رو بیاریمش پایین با صدای آروم صحبت کنیم فریاد نزنیم چون فریاد زدن همین باعث میشه که آدم بیشتر عصبانی بشه صدامون همیشه باید آروم باشه با ایشون میفرماد ما دیوره ریسوی یعنی با خواهش کردن با تمنا لغات درست استفاده کنیم لغات بی احترامی لغاتی که تعنه زدن اینها رو دور کنیم تمام اینها کمک میکنه به انسان و اگر انسان میخواد عصبانی بشه و نذاره نذاره این عصبانیت شعله بگیره ایشون میفرماد چی؟ این عصبانیت آقار میشه آغار یعنی چه یعنی بی حاصل مثل کسی که خصف شالم خانومی که نمیتونه بچه دار بشه این عصبانیته میخواد بچه دار بشه همونطور که میدونیم موقعی که ابراهام با که شاورزاشون با هم دعوا داشتن ابراهام اومد پیش اونجا در تورا مینویسه که وها، وهایو هایو ریو بنهم بینشون دعوا بود ریو یعنی دعوا کردن ولی مفرد هست ابراهام اومد گفت التینا مریوا گفت دعواها بینمون نباشه خخامی میفرمان چرا ابراهام اومد و مفرد رو جمع گفت گفت اینم مثل زنیه که میتونه بچه دار بشه دعوا دعوا میاره دعوا بچه میزاونه دعوا یه چیزی نیست عصبانیت یه چیزی نیست که یه بار یکی داد بزنه تمام شه دو طرف رو سر هم داد میزنن هر کی سعی میکنه صداش رو بالاتر از اون فرد بکنه و هم مرتب شعله میگیره و نباید بذاریم از همون دقیقه اول پیش خودمون بگیم طرف میخواد من رو عصبانی کنه و من به خودم قول دادم که عصبانی نمیشم دوستان گرامی بیشترین موقعی که ما عصبانی میشیم برای چی هست برای اینکه فکر میکنیم یه نفر یه کاری کرده حقمون رو خورده اون خونه ای که میخواستیم از ما گرفته اون مغازه ای که میخواستیم بگیریم از ما گرفته این کار کرده اون کار کرده در گمارای خولین میاره که این آدم نقف اسبا و میل معتا الا ایمکن گزین میل معلا آدم تو این دنیا نمیتونه یک انگشتش رو علیه یک نفر دیگه تکون بده کسی رو اذیت کنه تا اینکه از شمعیم این گزرا و این حکم بریده بشه دوستان اگر هیتلر این مخش ما به زیخ رو شیش میلیون آدم رو کشت آیا این خواسته خودش بوده؟ اجازه از هشم نداشته؟ بدون اجازه هشم چنین کاری کرده؟ پس موقع که ما عصبانی میشیم از مردم به خاطر تو بود، به خاطر تو بود، تقصیر تو بود، تو باعث شدی، تو باعث و بانیش بودی، اینها همش اشتباه است اینها همش نشون میده که ما امونا به قدشابری خو نداریم ما آدام خی گور الخطاف اگر میخوایم شکایت کنیم باید شکایت از خطاهامون کنیم باید بدونیم که خطاهای خودمونه که باعث اتفاقی که افتاده بشیم نه اون فرد پس به خاطر همین هیچ کس نمیتونه حق ما رو از ما بگیره هیچ کس نمیتونه اون چیزی که برای ما نوشته شده از ما بگیره و اگر انسان چنین طوری فکر کنه برای چی باید عصبانی بشه هشم میخواسته هشم میخواسته ما میبینیم که الان با چشمان خودمون میبینیم موقعی که به کشور اسرائیل حمله کردن در اکتبر هفت یه سری به طریقه آسان نجات پیدا کردن نه اینکه اینها بیشتر بلد بودن بدوند یا یه کاری انجام بدن نه بلکه هشم برای اینها ننوشته بوده و یه سری دیگه سعی خودشون رو کردن مخفی شدن ولی گرفتنشون چرا که نوشته شده بوده کی اسیر بشه و کی نشه و اینجا هست که آدم باید به بزرگی قدشابر خوب پی ببره حواسش باشه که عصبانیت هیچ فایده ای نداره و هیچ کاری رو انجام نمیده در گمارام این عصبانیت مثل یک نفر هست که یک قابلمه آب رو گذاشته روی اجاق و داره قل میخوره قل میخوره چی میشه موقعی که آب خیلی قل میخوره و سر این دیگ باز هست این آب ها میریزن رو خود قابلمه سر میرن دیگه و میریزن رو دیوارهای قابلمه ایشون میفرمان درگمارا میگه موقعی که آدم عصبانی میشه این عصبانیت رو خودش هست که مریض میشه خودش هست که ناراحتی قلبی میگیره خودش هست که فشار خون میگیره برمینان برمینان سکته قلبی میکنه به خاطر عصبانیت خودش هست و این عصبانیت فقط خود انسان رو زجر میده نه کس دیگر رو پس اینجا هست که آدم حواسش باشه هر موقع هر کسی باعث میشه که آدم عصبانی بشه و آدم یک نفر رو میشناسه میدونه این مشتری موقع که میاد تو تا آدم رو عصبانی نکنه ولکن نیست این جزوه رو باید بذاره جلوش و همونطور که مشتری میاد تو یا اون ارباب رجوع یا هر کی که هست میدونه الان میخواد با شریکش صحبت کنه به دعوا میکشه به عصبانی هم میشه این جزوه رو باید بذاره رو این جزوه رو بخونه یادآوری خودش کنه به خودش قول بده بگه هر اتفاقی بیفته من عصبانی نمیشم من عصبانی نمیشم من درست حرفم رو میزنم با احترام و دیگه بقیهش رو میدم دست خود خوب و اگر آدم چنین کاری کنه و به خاطر رضای قود خوب به خاطر کاود هشم که دستور داده که ما نباید از سبانی بشیم و هشم رو از خودمون دور میکنیم ایشون میفرماد و اف بسارو ایشکون لا کسی که رضای قدشابرخو رو انجام میده بدونه که همیشه بی درد و بی غم خواهد بود خب دوستان گرامی همونطور که گفتیم صحبت زیاد هست و بنده دوست دارم از کتابهای دیگه کتابهای جالبی هست میدو دیله هست اره هست سفاریم زیاد هست که به ازرتش من گلچین میکنم و به ازرتش در هفته های دیگه از کتاب های مختلف خدمتتون بیان میکنیم که به عزرتشم بتونیم همگی با همدیگه رو این مسئله بسیار مهم کار کنیم و یاد بگیریم که عصبانیت رو از وجودمون در بیاریم بارو خدینا رامن رامن